ای خداوندم ای مسیحم. This lecture is about curses and how to break a curse. این صحبت راجع به این هست که نفرین چیه و چجوری میتونیم یک نفرین رو بشونیم و از بین ببریم. There's a lot of mention of curses in the scriptures. در مورد نفرین ها خیلی صحبت ها در آیات کتاب مقدس شده. It starts at the very beginning when Adam and Eve fall from the garden. There are curses. در اول کتاب مقدس در پیدایش راجع به این صحبت میشه و راجع به این صحبت میشه که آدم چجوری نفرین شد زمانی که اون گناه رو انجام داد. When the law is given to Israel, there are curses attached to the law. و زمانی که اون قوانین به اسرائیل داده میشه، اون ده فرمان به اسرائیل داده میشه، نفرین هایی هست که به اون قوانین چسبیده. And every Christian should know how to break a curse. و هر مسیحی باید بدونه که چجوری این نفرین ها رو از بین ببره یا بشکنه. Remember Jesus said, "All authority in heaven and earth has been given to me. Therefore go and teach the nations." یادتون باشه که عیسی مسیح گفت تمام قدرت در زمین و آسمان به من داده شده، پس بروین و همه رو خادم بسازید. He shares his authority with us to be a blessing. پس اون قدرتشو با ما به اشتراک گذاشت که بتونه برای ما یک برکت باشه. I want to take you to the book of Hebrews chapter 12 verse 24. میریم به کتاب عبرانیان 12 آیات 24. It says that the sprinkled blood of Jesus speaks a better word than the blood of Abel. و به عیسایی که واسطه عهدی جدید است و به خون پاشیده‌ای که نیکوتر از خون حابیل سخن می‌گوید. He's referring to the curse that came when Cain killed his brother Abel. ما به اینجا داریم میریم و به این داره اشاره می‌کنه عبرانیان، به اون لعنتی که در زمانی که اتفاق حابیل و قابیل افتاد. And he's saying that the blood of Jesus speaks a more powerful word than that curse. و داره راجع به این صحبت میکنه که خون عیسی مسیح از اون خونی که در بین اون دو تا برادر اتفاق افتاد ریخته شد خیلی قوی تر است. So whenever someone is suffering from a curse, the blood of Jesus has spoken a better word. پس یادمون باشه وقتی یک شخص زیر لعنت هست، خون عیسی مسیح قدرتی عظیم‌تر از اون لعنت صحبت کرد. Our job as followers of Christ is to apply that word to someone's situation. کار ما به عنوان دنبال کننده های عیسی مسیح این است که این دستور رو انجام بدیم در زندگی های بقیه. There are some symptoms that a curse might be at work in someone's situation. نشونه هایی هست که میتونه در لعنت های مختلفی که در اشخاص هست دیده بشه. There might be some mental or emotional breakdown happening in someone's life. ممکنه اتفاقات فکری روانی به وجود بیاد توی زندگی یک کسی وقتی که شکسته میشن. There might be repeated sickness, including sickness that comes from one generation to another. ممکنه مریضی هایی باشه که از نسل ها به نسل های دیگه انتقال داده میشه. One brother had severe stomach problems and all his family had these problems as well. یک عزیزی بود که مشکل معده داشت و تمامی اشخاصی که توی خانوادهش بودن این مشکل رو داشت. And when he renounced a curse over his life, he was completely healed. و زمانی که این عزیز این رو رد کرد در زندگی خودش، تمامی اون مشکل معده‌اش از بین رفت. Sometimes if someone has trouble getting pregnant, a cause can sometimes be a curse. Okay. وقتی که یک شخصی مشکل باردار شدن داره، این میتونه یک مشکلی باشه که لعنت باشه. Sometimes a pattern of relationship breakdown can be caused by a curse. بعضی وقتا اینکه شما توی رابطه میرین از اون رابطه در میایین، باز دوباره این اتفاقی که میفته، یعنی که دلیلی که از یک رابطه در میایین این هی ممکنه هی تکرار بشه، اینم باز ممکنه یکی از اون نشونه ها باشه. Sometimes, not always, but sometimes poverty, not being able to be successful and also having lots of accidents can be caused by a curse. بعضی وقتا، نه همیشه، بعضی وقتا میتونه دلیل فقر و اینکه ما توی زندگیمون خیلی تصادفا به وجود میاد، تصادفای واقعی، ممکنه جزء این دسته از نشونه ها باشه. Sometimes when you are unable to fulfill your plans, all your plans are frustrated. This can be caused by a curse. بعضی وقتا برنامه چینی میکنین و هی برنامه چینیاتون اتفاق نمیفته. برنامه میریزی نمیتونین انجامش بدین. این هم باز میتونه جزوی از اون لعنت باشه. Sometimes when spiritual darkness comes against you at particular times, that can be caused by a curse too. همچنین خیلی وقتا میتونه قدرت های تاریکی بیان و
شما رو معاصره کنن و در این اتفاقات یعنی که اینکه قدرت‌های تاریکی شما رو محاصره می‌کنن خیلی وقتا زیاد این دیگه میتونه یکی از اون نشونه‌های لعنت باشه. Sometimes I've spoken with missionaries in the Middle East and during Ramadan, during the fasting month, they feel a lot of spiritual pressure. من با عزیزانی که در خاورمیانه خدمت حالا میکنن و میشنری هستن صحبت که میکنن میگن توی ماه رمضان زمانی که روزه ها گرفته میشه خیلی قدرت تاریکی رو حس میکنن که میخواد بهشون ضربه بزنه. And they're aware that sometimes at that time there's more cursing happening in the mosques. و این رو درک کردن و اینو میدونن که خیلی وقتا به خاطر اینکه در مسجدها این اتفاقات میفته این حمله بهشون میشه. Now these things require sensitivity and wisdom. و این اتفاقات به این نیاز داره که ما حکمت داشته باشیم و خیلی حساس باشیم. It would be really wrong to assume that every issue is caused by a curse. خیلی اشتباهه که ما بخوایم به این فکر کنیم که هر اتفاقی که میفته از طریق یک لعنت میفته. In fact, pastorally it could be very damaging and terrible if you say to someone, "Oh, you've got this issue because you're cursed." That is not a good thing to do. و فرض مثال از دید یک شبان یا کشیش وقتی که شما هی این رو بگین ممکن اتفاقا خیلی بدتر باشه. به یک شخصی بگین مثلا این به خاطر این لعنته، به خاطر اون لعنته، خیلی میتونه تاثیر بد داشته باشه روی اون اعضا. But often if someone comes and they have a request for prayer, sometimes you can say in the name of Jesus, if there's any curse behind this, we break it off you. و بعض وقتی که اشخاص میان ما میتونیم این دعا رو باهاشون بکنیم که اگر هر لعنتی هست به نام عیسی مسیح ما اون لعنت رو رد میکنیم. Well, how do you break a curse? چجوری میشه یک لعنت رو شکست؟ This is really about how do you stay free? How do you live as a free person in Christ? این در واقع از جایی میاد که شما میتونین چجوری میتونین آزاد زندگی کنین، آزاد در عیسی مسیح. And remember, Jesus has done it all on the cross. He's won the victory. یادمون باشه که عیسی مسیح همه این کار رو انجام داده، تمامی این زحمت رو روی صلیب کشیده و پیروز شده. We have all the resources of heaven at our disposal. ما تمامی امکاناتی که نیاز داشتیم و نیاز داریم از طریق آسمان به ما داده شده. But sometimes it needs to be applied. ولی بعضی وقتا نیازه که ما این رو انجامش بدیم، بیاریم و عملیش بکنیم. One day a missionary approached me asking for help. یک روز یک میسیونری از من درخواست کمک کرد. He was living in the Middle East. اون در خاورمیانه زندگی میکرد. His family had moved into an apartment there. اون خانواده‌اش، خودش و خانواده‌اش به یک آپارتمانی رفته بودن، به یک خونه جدید رفته بودن. But as soon as they moved in, they began to experience all sorts of problems. ولی زمانی که رفتن به اون خونه، شروع کردن به تجربه کردن اتفاقات غیرعادی. There was conflict in the home. توی خونه‌شون نفاق بود. There was sickness. مریضی بود توی خونه. There was depression. افسردگی بود توی خونه‌شون. He heard me speak about freedom in Christ. اون از من شنیده بود که من راجع به آزادی در عیسی مسیح صحبت کرده بودم. He said, "What can we do?" و از من پرسید که من چیکار میتونم بکنم. I said, "When you moved in, did you cleanse the apartment?" من بهش گفتم وقتی که رفتی داخل اون خونه رو تقدیس کردی؟ He said, "No, I don't know how to do that." و اون به من گفت که نه، من نمیدونم چجوری این کارو باید انجام بدم. So I explained to him what to do. و پس من بهش توضیح دادم که چجوری میتونه انجام بده. چجوری در تمامی اتاقها دعا کنه. Take someone in authority from his organization to be with him. یک کسی رو که باهاش همچنین در اون خدمت هست رو ببره و در اون خونه بهش کمک کنه توی این دعا. They could anoint the doorways too. و همچنین مسح کنن اون اتاق رو، اون در رو. Some months later he sent me a message and he said, "Praise God, everything is perfect at home now." و چند وقت بعد برای من یک پیغامی فرستاد، گفت که خدا رو شکر همه چیز توی این خونه به خوبی داره پیش میره. Because taking the authority he had in Jesus Christ, he broke the curse that was attached to that apartment. پس تمامی قدرتی که در عیسی مسیح رو داشت برگرفت و استفادهش کرد، پس اون آپارتمان، اون خونه کاملا خوب شد. Curses can come from different ways. لعنت ها میتونن از بخش های مختلف، جاهای مختلف بیان. There are certainly some people who curse others. معمولا کسایی هستن که یک شخص دیگر رو لعنت یا نفرین میکنن. In Islam there are practices of cursing the Jews and also cursing Christians. توی اسلام کسایی که یهودی هستن رو نفرین میکنن و کسایی که مسیحی هستن رو نفرین میکنن. Sometimes people involved in witchcraft will curse other people too. بعضی وقتا اشخاصی که توی جادوگری و سحر هستن اشخاص دیگر رو لعنت یا نفرین میکنن. Sometimes we curse ourselves.
بعضی وقتا ما خودمون رو لعنت می‌کنیم. I knew a woman once who suffered a lot from losing many friends and her husband died as well. من یک زمانی یک خانمی می‌شناختم که شوهرش فوت کرده بود و خودش خیلی اذیت بود، داشت توی یک موقعیتی که داشت واقعا داشت زجر می‌کشید زندگی می‌کرد. So she made a vow never to have any friends ever again. پس اون خانم تصمیم گرفت که هیچ وقت برای همیشه دیگه هیچ دوستی نداشته باشه. So she would never lose them. که به خاطر اینکه هیچ وقت اونا رو از دست نده. She said to herself, I will never love anybody else ever again. اون به خودش قول داد که من دیگه هیچ وقت هیچ کسی رو دوست نخواهم داشت. 40 years later I met her. 40 سال بعد از اون قول من با این خانم آشنا شدم. She was 84. اون در سن 84 سالگی. She was very bitter, angry, cursing woman. اون خیلی تلخ، خیلی عصبانی و شخصی بود که لعنت می‌کرد. And she came to Jesus and was set free. It was very beautiful to see. و اون به عیسی مسیح ایمان آورد و آزاد شد و این خیلی قشنگ بود که ما تونستیم اینو ببینیم. Sometimes I hear people say, "Oh, I'll never become old. I'll die young." من خیلی وقتا میبینم که اشخاص این رو میگن که من هیچ وقت پیر نمیشم، من هیچ وقت مسن نمیشم، من توی جوونی خواهم بود. Satan is taking notes. Okay. شیطان داره واسه شما الان واسه خودش داره مینویسه حرفایی که داره I can help you with that. و شیطان داره میگه که من میتونم شما رو کمک کنم با این خواسته ای که داری. Sometimes parents curse their children. بعضی وقتا متاسفانه خانواده ها فرزندهای خودشون رو لعنت میکنن. They say you are rubbish. و ممکنه بهشون بگن تو آشغال هستی، به درد نخور هستی. They say you are شیطان. و بهشون ممکنه بگن تو شیطانی. How can people speak about their children like that? چجوری میشه یک شخص، یک پدر مادر راجع به بچه‌هاش اینجوری صحبت بکنه؟ Parents should bless their children, not curse their children. پدر مادر رو باید بچه‌هاشون رو برکت بدن، نه اینکه لعنت کنن. We don't always realize the power of our words. ما بعضی وقتا یا همیشه خیلی وقتا نمیتونیم درک کنیم که چقدر کلمات ما قدرت داره. Jesus said, "Let your yes be yes and your no be no." عیسی مسیح به ما تعلیم میده که بلی تو بلی باشه و نه تو نه. Anything else is from the devil. هر چیز دیگه ای از شیطان است. But how do you break a curse? پس چجوری میتونیم این لعنت رو بشکنیم؟ Well, you confess and repent of all sin. شما توبه میکنین و رد میکنین از هر گناهی که بوده. You declare the covering of the blood of Jesus over your life. و خون عیسی مسیح رو روی زندگی خودتون اعلام می‌کنید. You deal with the cause of the curse. شما در واقع با اون دلیلی که الان شما به خاطرش در لعنت هستین روبرو میشین و اون رو حل می‌خواید بکنید. There's a beautiful proverb 26:2. امثال سلیمان یک آیه قشنگی داره. امثال سلیمان 26:2. It said, like a bird flying, a curse without a cause can't stop anywhere. اینجوری میگه که همچون گنجشک سرگردان و پرستویی در پرواز، لعنت ناروا نیز بر کسی قرار نگیرد. So get rid of the cause. پس از اون اتفاقی که شما رو به اون لعنت نزدیک کرده یا در اون لعنت هستین دور شید. Secondly, cleanse your house. Get rid of anything ungodly from your house. دومین چیز، هر چیزی که توی خونه شما هست اون رو تقدیس کنی، هر چیزی که ممکنه لعنت باشه اون رو تقدیسش کنی. Do you have any objects that might have witchcraft attached to them? Burn them. Get rid of them. آیا اشیایی هستن توی خونه شما که ممکنه روحای پلید یا حالا سحر جادو هر چیزی از طریق اونها توی خونه شما بیاد؟ اگر هست اونها رو بسوزونید، از بین ببرنشون. Cleanse your house of spiritual darkness. خونه خودتون رو از هر روح تاریکی تقدیس کنید. 3. Forgive anyone who might have generated the curse. بخش سوم، ببخشید هر کسی که به شما اون لعنت رو فرستاده. And forgive yourself whether it was a sin or whether it was accidental. و همچنین خودتون رو ببخشید حتی اگر یک گناه بود یا حتی اگر اتفاقی توی اون لعنت افتاده. If you've cursed your children, say, Lord, please forgive me for saying those things about my children. I renounce those words. حتی اگر به فرزندان خودتون این لعنت‌ها رو فرستادین، توبه کنین و از خداوند بطلبین که شما رو ببخشه و به خاطر کاری که کردین، شما رو به خاطر کاری که کردین توبه کنین. Then recognize number 4, recognize and declare the authority you have in Christ. شماره 4، بشناسین و اعلام کنین اون قدرتی که در عیسی مسیح دارین. In Luke 10:19, Jesus said that he has given authority to his disciples to trample on serpents and to have authority over the power of the enemy. Luke 10:19. در لوقا ده آیه 19 در لوقا ده آیه 19 اینجوری گفته میشه.
اینک شما را اقتدار می‌بخشم که ماران و عقرب‌ها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید. How do you do this? Well, you say I declare I have authority in Christ. شما چه جوری میتونید اینو انجام بدین؟ در واقع شما اعلام می‌کنید میگین که من در عیسی مسیح قدرت دارم. And then number 5 you reject and break the curse in the name of Jesus. در بخش 5 شما این رو انجام میدین و این رو رد میکنین و توبه میکنین و در نام عیسی مسیح خودتون رو آزاد میکنین. I renounce and break this curse in the name of Jesus. رد میکنم و این لعنت رو میشکنم در نام عیسی مسیح. And you declare the victory of Christ by the cross over darkness. و پیروزی عیسی مسیح از طریق صلیبش به روی تاریکی اعلام میکنین. You can declare your freedom as well. Number 6, declare your freedom from evil in Christ. و همچنین آزادی خودتون رو از طریق عیسی مسیح باید اعلام بکنید. His blood speaks a truer word than all the words of curses. خون اون همینجوری که در عبرانیان 12:24 میگه خون اون از تمامی لعنت‌ها بلندتر صدای خون اون از تمامی لعنت‌ها بلندتر. That is that verse Hebrews 12:24 which we looked at before. و این باز آیه عبرانیان 12:24 است. Now here's another step number 7 that's quite important. شماره 7 یعنی قدم هفتم که خیلی هم مهم هست. In my other lecture I said Satan doesn't know everything, he's not everywhere, he has help. من به شما گفتم که شیطان در صحبت‌های قبلی بخش قبلی من به شما گفتم شیطان همه چیز رو نمی‌دونه همه جا نیست. And what happens is that when there's a curse there are demons that use that curse as a permission. چیزی که اتفاق می‌افته زمانی که یک لعنت هست روح‌ها دیوها از این لعنت استفاده می‌کنن به عنوان یک حقی که دارن برای عمل کردن در اون لعنت. So when you break a curse you command all demons to go and to leave you. وقتی که شما این لعنت رو میشکنین به تمامی اون روح‌ها دستور میدین که برن و دیگه اونجا حقی نداشته باشن. So for example that case of blessing an apartment you break the curses and then command the demons to go. به فرض مثال بخشی که صحبت کردیم راجع به اون نزدیک میسیونری بود گفتیم که بره داخل اون خونه اعلام کنه آزادی مسیح رو و هر تاریکی که هست اون رو تقدیس کنه و اون خونه آزاد بشه. And then just as I said before for setting someone free from a demon you worship the Lord, you praise God. و همچنین که قبلا گفتم شما وقتی که یک روح رو بیرون میکنین یا آزاد میکنین یک مکانی رو تقدیس میکنین پرستش میکنین بعد از اون خدا رو شکر میکنین واسه اون اتفاقی که افتاده. And then you remember you bless what has been cursed. و یادتون باشه شما چیزی که لعنت بوده و الان دیگه نیست برکت میدید. You use words of scripture is a wonderful thing to do. شما کلام کتاب مقدس رو استفاده میکنین کار خیلی بسیار زیبایی هست که شما میتونین انجام بدید. If someone has been under a curse of death you could say Psalm 118:17. وقتی که شما یک کسی زیر لعنت مرگ هست میتونین مزمور 118 آیه 17 رو واسش بخونین. I shall not die but I shall live. من نخواهم مرد بلکه زنده خواهم بود. Now when people come out of Islam that can trigger curses in their life. وقتی که اشخاص از پیشزمینه اسلام میان این میتونه لعنت ها رو توی زندگیشون بیدار کنه. I'm going to speak about this in another session. من راجع به این در یک بخش دیگه صحبت خواهم کرد. But when they leave Islam they can experience fear. ولی معمولا وقتی که اسلام رو رها میکنن ممکنه با ترس روبرو بشن. And other difficulties. و سختی های دیگه. And it's important when you're discipling someone a new believer that you pray with them and break all the curses of the covenant of Islam. یادمون باشه زمانی که یک ایمانداری که از پیش زمینه اسلام میاد و ما داریم اون رو تعلیم میدیم بلند میکنیم یادمون همیشه باشه که باید اسلام رو رد کنیم و اون روحهایی که ممکنه تصرفش کرده باشن رو رد کنیم و به اون برکت. And also you're breaking dedications that have been made over their life of them. همچنین تعهدی که دادن یا جاهایی که حالا تعهد داشتن و اسلامی بوده یادمون باشه اونا رو هم باید بشکنیم. In Islam the first thing a newborn baby hears is the words of a declaration of belief in their ear. زمانی که یک بچه به دنیا میاد در اسلام اولین چیزی که خواهد شنید اون ایمانی که هست که از طریق آیاتی که میخونن واسه اینکه مسلمون بشه
اولین چیزایی هست که That is like a covenant being established over that baby's life. وقتی که اون عمل اتفاق میفته این مثل یک عهدی هست که اون بچه میبنده با اسلام. That's a good thing to break off somebody. و این خیلی چیز خوبی است که از یک شخص اون رو بشکنین، اون لعنت رو ازش بردارید. The blood of Jesus speaks a better word than that. و خون عیسی مسیح از اون کلام خیلی عظیم‌تر و بلندتر است. We're going to take a few minutes now and I'd like to invite you to think about if there's any area in your life where you may have experienced a curse. من دوست دارم یک چند دقیقه رو داشته باشیم و شما فکر کنید به اینکه کجا توی زندگیتون ممکنه لعنت‌های وجود داشته باشه. I just say Holy Spirit, I just pray that you'd reveal to any of the brothers and sisters that are watching today if there's any area of their life where they'd like to be set free. روح القدس من از تو میطلبم، خواهر برادرانی که اینجا هستن، خواهر برادرانی که دارن نگاه میکنن، هر لعنت و هر چیزی که هست به خاطرشون میگیره. And I'm just going to lead you through a simple prayer as we break that curse together. و همچنین من شما رو در یک دعای کوچیک هدایت خواهم کرد که از این آزاد بشید. I just invite you to say together after dear brother here, I confess and repent of all my sins. بعد از اینکه من به فارسی گفتم شما بعد از من اعلام میکنید. I confess and repent of all my sins. من رد میکنم تمامی گناهانم رو. I declare the covering of the blood over my life. من اعلام میکنم عهد خون رو بر روی زندگیم. I choose to forgive anyone who has cursed me. من انتخاب میکنم که ببخشم. هر کسی که من رو لعنت کرده. If that person has a name, just say quietly to yourself, I forgive that person, and you mention their name. اگر اون شخص اسم اون شخص یادتون اومده، اسمش رو خیلی یواش توی خیلی یواش بگیم ولی اعلامش بود. Now we declare the authority we have in Jesus. و الان ما اعلام می‌کنیم اون قدرتی که در عیسی مسیح داریم. And could you please say this? I take authority in Christ. من در عیسی مسیح قدرت دارم. من در عیسی مسیح قدرت دارم. Over all the power of Satan. بر تمامی قدرت شیطان. And I break this curse in the name of Jesus. من این لعنت رو در نام عیسی مسیح میشکنم. I claim the power of Jesus over all the darkness. من قدرت عیسی مسیح رو اعلام میکنم بر تمامی تاریکی. من قدرت عیسی مسیح رو اعلام میکنم بر تمامی I claim the power of the cross. من اعلام میکنم قدرت صلیب عیسی رو. من اعلام میکنم قدرت صلیب عیسی رو. I claim freedom from all evil in the name of Jesus. من اعلام میکنم آزادیمو از طریق عیسی مسیح. من اعلام میکنم آزادیمو از طریق عیسی مسیح. And all demons associated with this curse leave me in the name of Jesus. و تمامی روحا که در این لعنت هستند به نام عیسی مسیح من به شما دستور میدم که برید. به نام عیسی مسیح من به شما دستور میدم که برید. You leave my family and you leave my home. تو خانواده من و من رو رها خواهی کرد. تو خانواده من و من رو And I just invite you now to declare a blessing over your life in the name of Jesus. و همچنین الان میخوام شما رو دعوت کنم که برکتی که در عیسی مسیح هست رو روی زندگی خودمون اعلام کنیم. And just let's all speak out the blessing that God is putting on our heart. و بیایم همه ماها اون برکاتی که خداوند توی زندگی ما داده رو با هم دیگه As we praise the Lord together. همچنین که داریم با هم دیگه خدا رو پرستش کنیم.